هلو بچه‌ها، رضا کاریتو هستم و خوش اومدین به این ویدیو. خب بچه‌ها، تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چجوری فول ژیروسکوپ بازی کنین، یعنی ژیرو رو بذارین آن و اینکه بهتون میگم مثلا ژیرو چیه اگه نمیدونین، و میخوام بهتون یه انفور سم میخوام معرفی کنم. الان تو ویدیو هم میبینین راحت میندازی، یعنی ای کی رو میخوره. حالا اقرارآمیز این حرف، ولی آره واقعا خیلی قویه. الان تا آخر ببینین، حتما هم ژیرو رو یاد میدم بهتون چیکار باید بکنین، سنسام هم بهتون نشون میدم، هم بهتون اون M4 رو معرفی میکنم. حتما اون اتچمنت رو بچینین، یعنی اصلا یه وضعی باید بریم ببینین دیگه، خودتون بچینین تو بازی میبینین چقدر قویه. مثل همیشه رفتیم فارم، پلتفرم نبود. خب بریم در مورد ژیروسکوپ یکم حرف بزنیم. بچه ببینید، اگه ژیروسکوپ رو آن کنین، آن یعنی فقط برای ADS نباشه، اگه آنش کنین که همون میشه فول ژیروسکوپ، باعث میشه حتی شما با حاد دو انگشتی هم بازیتون در حد یه چهار انگشتی بدون ژیروسکوپ باشه. یعنی اینو تضمین بهتون میدم، واقعا اگه حتی دو انگشتی باشین یا حتی سه انگشتی، میتونین ژیروسکوپ رو آن کنین و اصلا بازیتون فضایی بشه. یعنی یه چیزی میگم، یه چیز میشه، حتما باید آن کنین بچه‌ها. خیلی ها نمیگن اینو، واقعا نمیدم چرا تو کالاف اینجوری هیچکی آن نمیکنه. حالا آیپد پلیرها نیاز نیست آن کنم، ولی دیگه گوشی پلیرها باید آن کنم به نظرم، چون خیلی تاثیر داره تو بازی، مخصوصا اگه لگ باشین. اگه لگ دارین حتما آن کنه. حالا این نمیاد، بدل این انمی چی بود دیگه، وایستاده بود اصلا، نه هیل کرد نه تیر زد، هیچ کاری نکرد. اونم فاز این چی، حالا داره فرار میکنه. بیا برو. آره بچه داشتم میگفتم فکر نکنین. ببین بچه، منم روز اول که آن کردم ژیروسکوپو، بازی برام اصلا خیلی سخت شده بود، اصلا سرم گیج میرفت از این جور حرفا. ولی اگه آن کنین، فقط کافی یه هفته بازی کنی با یه حاد چهار انگشتی یا هر انگشتی، حالا نمیدونم دو انگشتی هست سه انگشتی فرق نمیکنه، که من چهار انگشتی رو پیشنهاد میدم. اگه آن کنیم بعد یه هفته بچه، تضمین میدم بهتون واقعا چشتون اونقدر عادت میکنه به ژیروسکوپ که امکان نداره شما آفش کنیم بعد یه هفته. بعد اینکه ژیروسکوپ رو آف کنیم، بتونی حتی یه دونه کیل بزنیم، واقعا میگم خیلی تاثیر داره و شما عادت میکنیم بهش. اگه فقط کافی یه هفته باش تمرین کنی با یه سنس خوب، که الان بهتون یه سنس خوب میدم، سنس متوسط، سنس من که با یه حاد چهار انگشتی خودم هم نشون میدم بهتون. اگه خواستین هم حاد و هم سنسمو بچینین تست کنین، حالا نسبت به سلیقتون کم و زیاد کنین و از بازی دیگه بیشتر لذت ببرین. واقعا بدون ژیروسکوپ اصلا یه وضعیه، شما اصلا وقتی تازه ژیروسکوپ رو آن میکنین میفهمین اصلا بازی چی بوده و چه چیزهایی از دست دادین. به خدا با یه حاد دو انگشتی شما به زور شاتگان میزنی، امکان نداره راحت شاتگان بزنی، ولی اگه ژیروسکوپ رو آن کنی با حاد دو انگشتی راحت اچس میزنی، میتره کنی، اصلا نیاز نیست دیگه مثلا سه انگشتی بشین یا چهار انگشتی، همین ژیروسکوپ برای شما کلی انگشت میشه. من گفتم اول یکم سخت تحمل باید بکنی، تحمل کنین که دیگه بعدش میتره کنی، حتی اگه لگ داشته باشه گوشیتون. من اینکه طرز استفاده ژیروسکوپ هم یه سرچ کنی میفهمین قضیه ژیروسکوپ چیه. گوشی رو میچرخونین دیگه، یکم مثلا گوشی رو به سمت راست میچرخونین، راست رو میگیره ایمتون یا کیپ فایرتون، یا مثلا چپ رو میگیرین چپ رو میگیره بالا پایین راست، کلا اینجوریه. اگه نمیدونین آن کنی میفهمی، نگران نباشی میفهمی، سنس رو ببرین بالا و آن کنی میفهمی. خب اینجا اتچمنت ام 4 هم گذاشتم، حتما تست کنین، الان بهتون نشون میدم چجوری میای میزنم. ببین این اولی بات، این که باته، ولی ببین بات هم ببین چه سری انده. با اینکه بات 100 تا دمیج آرمور داره، حالا این یکی 150 تا آرمور داشت به احتمال زیاد، که اونم دیدین چه سری افتاد. یعنی خدا سیمن فور حتما بچینین بچه، اینم باته ولی همینجوری گذاشتم که ببینین چه سری میندازه. با اینکه رفت تو اتاق که نه، همون رفت توی خونه دیگه، رفت توی خونه سری افتاد. اینجا هم همون اسکوادی بود که دو نفر بودن، یا دو نفر یا سه نفر، که دو نفرشون همین جلومه و گفتم اول ماشین بهتر کنم سری سوار ماشین نشن، دراپو میخوام بزنن بیچارا، که اینم باته و نذاشتم باتو بزنم. ببین چه فاصله ای زد واقعا، گرچه اگه رام میرفت اینمی بود زیاد این همه سری نمیافتاد، ولی اوکی دیگه. بچه این نقطه میزنه، اونقدر لگدش رو گرفتم. و یه پرک ADS هم بزنی، پس ADS هم بزنی که یکم سریع ADS بره، که این هم دیدین افتاد. این یاره همون بالایی هست، بالایی اسنایپ داره، M21 بکنم داره منو میزنه. این یکم بکنم یاره همینا بود که داشت بهم راش میداد، دمیج هم یکم کم کرد. حالا این دیگه چی بود؟ آه اسنایپ شدم میگم، این فقط یه کوچول دمیج داره. که بچه ها اگه ژیروسکوپ رو آن کنین، باید هر دو رو همزمان بزنین، یعنی اینکه انمی جلوتون بود هم باید با دستتون بزنین هم باید با ژیرو بزنینش، میفهمین چی میگم دیگه، یعنی هر دو با هم باید عمل کنن، فقط یه دونه ژیرو نمیشه.
البته میتونی سنس رو بیشتر کنی که سنس جیرو رو دارم میگم، اگه بیشتر کنی دیگه نیاز به دست نیست. من اینکه اگه یه هندکمی چیزی داشتم از این وسیله هایی که برای هندکمه، اگه از اون داشتم تصویری بهتون هندکم نشون میدادم چی کار میکنم دقیقا. ولی اگه میخواین بفهمین که چجوری با جیروسکوپ میشه بازی کرد، یه دونه سرچ کنین تو همین یوتیوب جیروسکوپ کدم میاد. و اینم انمی بود، انمیه، یه کوچولو رفتم جلو یور راش شد یارش، البته خودش نیومد، یه کوچولو تیر زد فهمید میخوام بزنمش، سریع رفت دفندر و اینا، بعدش افتاد. آخه خب اینو که زدیم بریم بالا، بالایی هم بزنیم دیگه، البته اول بزنیم فینیش شدیم، رفتیم اون پشت قایم شده، بعد یارم بالاش هم یوبس بود واقعا نمیاد پایین، بیا پایین دیگه. بعد اینجا دیدم انفورم تیر نزد دیگه، تیر انفور تمام شد دیگه، ولش آخرین نفرم ببینیم با همین یوزیمون بزنیم، حالا MSMC دیگه من بهش میگم یوزی، که اومدم بالا هیچ کی نبود، دیدم پایینه، وقتی دیدم پایینه با همین 26 تا تیر کشیدم زیر یارو و تمام، اینم اون یکی رو زده بود، اینم یه بات زده بود و وینو گرفتیم. بچا قسمت سنس رو نشون میدم بهتون، این اولین قسمته، حالا این قسمت اسپید نمیدونم رفل نمیدونم چی نمیدونم، حالا 90 گذاشتم، حالا شما هر جور که میلتونه اینو انتخاب کنیم و تست باید بکنیم دیگه. خب بریم قسمت بعدی، کامرا. قسمت کامرا که این سنس معمولیه، تازه جیروسکوپ نیست. آره این قسمت میبینیم من سنسم اینه، یکم بالاست نسبت به حالت عادی و یکم بیایم پایین تر، اسنایپم 40-50 اینو معمولا من میذارم که همش آره اسکوپ 6 و اینا هم حالا زیاد استفاده میکنیم ولی اونم همین جوریه. فایرینگ سنسیویتی هم که میبینه اینه، برای جیروسکوپ نیستن و اینو دارم میگم بدونی. اگه خواستین اسکرین بگیرین دیگه استوب کنین و اسکرین تو بگیرین بعد بریم بچینین. حالا اینا نسبت به گوشی خودم، و گوشی من 6 و 67 اینچه. آره اسنایپ هم یکم کمه زیاد، من چون با همین با انگشتم زیاد اسنایپ نمیزنم، بیشتر همون با جیرو میزنم، واسه همین اینم یکم پایینه. حالا قسمت جیروسکوپ، بچه این جیروسکوپ با من نسبت به ویوم طراحی کردم، ویو من رو 68 گذاشتم، شما اگه ویوتون بالاتر باشه باید سنس رو بیشتر کنین، یا اگه پایین تر باشه سنس جیرو هم باید بیارین پایین تر، که میبینین اسنایپش هم خیلی پایینه، مخصوص دور چیدم اینا رو، یعنی برای فست اسکوپ نزدیک با اسنایپ طراحی نشده این سنس، که من با این راحت همه چست میزنم، همه اسنایپ دور میزنم، هم AK همه چی، که حتما تستشون کنی. و اینم هاد منه، هاد معمولی یه 4 انگشتی، واقعا استاندارد خیلی خوبه، یعنی من با این میزنم دیگه، کل ویدیو هم با همین هاده. و اینم بگم با این هاد نمیتونی مومنت بروکن بزنی، خیلی سخته با این هاد. خب بچه ها مثل همیشه امیدوارم لذت برده باشین، یا حتما چند سابسکرایب کنید، دوکی زنگوله هم بزنید، لایک و کامنت هم بزنید، اینکه ویدیو چپی خیلی خفنه، ویدیو راستی هم اوکی، و به زودی یه ویدیوهای خیلی سم داریم و یه ایده جدید، حتما سابسکرایب کنید که از دست ندین. عشقی میبینمتون فعلا.